سوال اصلی اینجاست که چرا بعضی انقلاب‌ها به نتیجه میرسن و بعضی هاش نمیرسن؟ ما اصولا انتظار داریم یک رفتار انقلابی، یک کنش انقلابی بتونه پایه‌های یک حکومت رو متلاشی کنه و در نهایت اون رو از بین ببره. اما هانا آرنت دقیقاً به نقطه مقابل این حرف باور داره. اون میگه این ساختار متلاشی شده یک حکومته که باعث شکل گرفتن انقلاب میشه. یعنی انقلاب نتیجه فروپاشی یک حکومته، نه دلیلش. اون معتقده تا وقتی یک حکومت از درون ریزش نکرده باشه، تا وقتی از درون به پوچی نرسیده باشه، هیچ رفتار انقلابی نمیتونه کاری از پیش ببره. سلام، من گلیم و امروز میخوام در مورد این کتاب حرف بزنم. آزادی آزاد بودن از هانا آرنت با ترجمه هاجر خرقانی از نشر خوب. هانا آرنت رو من حتی میزنم خیلیتون بشناسید. نویسنده کتاب توتالیتاریسم، یه فیلسوف و نظریه پرداز سیاسی که عقایدش و فلسفهش باعث شد ساختار خیلی از حکومت‌ها و نحوه کارشون برامون روشن‌تر بشه و دیدگاه عمیق‌تری بهشون داشته باشیم. منم اخیراً تو پیج اینستاگرامم در موردش حرف زدم که خیلیاتون دوستش داشتین. حالا توی این کتاب هم یه سری از مقاله ها، سخنرانی ها و مصاحبه های هانا آرنت گردآوری شده که خود آرنت وقتی زنده بود فرصت نکرده بود اینها رو چاپ کنه. خب حالا این کتاب چه حرفی برای گفتن داره؟ چرا ما باید بخونیمش؟ به طور کلی اگه بخوام بگم، این کتاب میشه به عنوان تاریخچه انقلاب‌ها در نظر گرفت. میاد به طور مختصر در مورد مهمترین انقلاب‌هایی که توی این چند سده اخیر اتفاق افتاده حرف میزنه. انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه، شوروی، ویتنام و بعد از چند نقطه نظر مختلف این انقلاب‌ها رو مورد بررسی قرار میده. نقاط قوتشون رو میگه، نقاط ضعفشون رو میگه و در نهایت عبرت‌هایی که باید از این انقلاب‌ها گرفت. حالا من توی این ویدیو سعی می‌کنم یه چکیده کوتاهی از برداشت خودم رو براتون توضیح بدم. ولی قطعاً جای کتابو نمیگیره. خودتون باید بخونیدش. خب اولین چیزی که هانا آرنت سعی داره موشکافیش کنه اینه که چرا بعضی انقلاب‌ها به نتیجه میرسن و بعضی‌هاش نمیرسن. و بعد میاد انقلاب آمریکا و فرانسه رو با هم مقایسه میکنه که به فاصله 10-15 سال از هم اتفاق افتادن، حدود 200 سال پیش. اما انقلاب آمریکا اونقدر با شکوه به ثمر نشست و تبدیل شد به اولین لیبرال دموکراسی جهان و انقلاب فرانسه اونقدر فاجعه آمیز و سنگین تمام شد. هانا آرنت میگه اول از همه دلیل این موضوع برمیگرده به معنای آزادی. معنای آزادی از دیدگاه انقلابیون. میگه توی آمریکا وقتی انقلابیون از آزادی حرف میزدن، منظور همشون تقریبا یه چیز بود. آزادی آزاد بودن. اونا میخواستن مستقل باشن. از مستعمره بریتانیا بودن خسته شدن. دلشون میخواست آزادی سیاسی داشته باشن. دلشون میخواست حق انتخاب داشته باشن، یک هویت مستقل داشته باشن و این یک خواسته جمعی بود. همشون همینو میخواستن. ولی توی فرانسه اینطور نبود. توی فرانسه برداشت انقلابیون از آزادی با هم فرق داشت. طبقه فرودست وقتی میگفتن آزادی میخوایم، منظورشون این بود که میخوایم از فقر و تنگ دستی آزاد بشیم. میخواییم از ترس و سرکوب آزاد بشیم. که این موضوع توی نظام پادشاهی هم ممکن بود. هانا آرنت به این نوع از آزادی خواهی میگه رهاسازی. رها شدن از فقر، از ترس. ولی طبقه بورژوا وقتی میگفت آزادی میخواییم، منظورش از آزادی، آزادی سیاسی بود. منظورش این بود که بتونن نقش داشته باشن توی زیست سیاسی کشور. که این نوع آزادی فقط از طریق عوض شدن نوع حکومت به وجود می آمد. ولی از اونجا که توی فرانسه برعکس آمریکا هیچ محفلی وجود نداشت که آدم ها بتونن در مورد عقایدشون با هم تبادل نظر کنن و به یک عقیده جمعی برسن، پس هیچ وقت نتونستن حرف همو درست بفهمن. همه فقط می گفتن آزادی می خواهیم.
و همین کلمه آزادی باعث میشد یک همدلی و نزدیکی عمیق بینشون اتفاق بیفته و دست به دست هم بدن و نظام پادشاهی به اون عظمت رو به زیر بکشن. ولی بعد از اینکه انقلاب کردن و اون همه هزینه های سنگین دادن، تازه اختلافات یکی یکی خودشون رو نشون دادن. طبقه بورژوا سرمست از اینکه حالا دیگه جزء کشورهای دموکرات هستن، دغدغه‌شون شده بود اینکه یک منشور حقوق بشر برای خودشون بنویسن و نوع حکومتداری و قانون اساسی رو مشخص بکنن. ولی طبقه فرودست که نیازهای خیلی اساسی تر و ضروری تری داشتن، میدیدن با اینکه بیشترین هزینه رو اونا متحمل شدن، ولی هنوز هیچ تفاوتی توی سبک زندگیشون اتفاق نیفتاده و اونا همچنان باید توی فقر و تنگ دستی زندگی کنن. و این باعث یک شکاف بزرگ بین آزادی خواهان شده بود. شکافی که هر روز عمیق و عمیق تر می شد. هانا آرنت این موضوع رو به این صورت تحلیل میکنه. میگه یک انقلاب وقتی به ثمر میشینه که عشق به آزادی جمعی وجود داشته باشه. و عشق به آزادی جمعی فقط زمانی به وجود میاد که قبلش رهاسازی اتفاق افتاده باشه. یعنی شما اگه میخوای یک ملت بلوغ سیاسی و دغدغه حقوق بشر داشته باشه، قبلش باید نیازهای اولیه‌اش رو برطرف کرده باشی. نیاز به امنیت، نیاز به رفاه. چون کسی که دغدغه نون شب داشته باشه، کسی که ترس از جونش داشته باشه، بلوغ سیاسی آخرین اولویتش هم نیست. البته اینو هم بگم که این به این معنی نیست که آمریکا طبقه تهی‌دست نداشت و همه به بلوغ سیاسی رسیده بودن. اتفاقا اون روزها شدت برده‌داری توی آمریکا خیلی بیشتر بود. ولی بار این فقر اکثرا روی دوش سیاه‌پوست‌ها بود. و شانسی که آمریکا آورد این بود که اون روزا سیاه‌ها رو به عنوان یک نژاد متفاوت از انسان می‌شناختن. برای همین سیاه‌ها اصلا صدایی نداشتن که بخوان به گوش دنیا برسونن، که بخوان مخالفتی بکنن با سیاست‌های آمریکا. خلاصه این بلایی بود که سر انقلاب فرانسه اومد. ولی این انقلاب با تموم ننگی که به جا گذاشت، یه مزیت خیلی بزرگ هم داشت. مردم طبقه فرودست دیگه به قدرت خودشون آگاه شده بودن. تازه فهمیده بودن این کشور مال خودشونه. توش حق آب و گل دارن. تازه حس عرق ملی و وطن دوستی توشون زنده شده بود. دیگه از اون حالت نامرئی در اومده بودن. از اون حالت که سرشون تو کار خودشون بود و با فقرشون خو گرفته بودن. طبقه بورژوا اونا رو آورده بودن وسط، ازشون استفاده کرده بودن و بعدش هم گذاشته بودنشون کنار. اما غافل از این که این مردم تازه فهمیده بودن اگه کنار هم باشن هیچ نیروی جلودارشون نیست. و اینطوری شد که فرانسه از اون سال، یعنی سال 1789 تا به امروز 5 بار انقلاب کردن. هی نظامو برمیگردوندن به حالت پادشاهی، باز بعد چند سال برمیگردوندن به حالت جمهوری، تا بالاخره شده اینی که الان ما میبینیم. یک نظریه جالب دیگه که هانا آرنت در رابطه با مقایسه این دوتا انقلاب داره و به نظرم خیلی مهمه که بدونیم، در رابطه با معنای کلمه انقلاب یا ریولوشن هست که تو قرن 18 برداشت‌های متفاوتی ازش میشد. هانا آرنت میگه تا قرن 18 از کلمه ریولوشن یا انقلاب به معنای بازسازی استفاده میشد. یعنی یه چیزی که از قبل وجود داشته رو بیای ترمیم کنی. برای همین یه سری از انقلابیون منظورشون از انقلاب این بود که نظام قدیم رو احیا کنن. دوباره برگردن به شکوه روزای قدیم. دوباره حقوق و مزایایی که روزای قدیم داشتن رو به دست بیارن. ولی یه سری از انقلابیون منظورشون از انقلاب برپا کردن یک نظام کاملا نو بود. و این یکی دیگه از دلایلی بود که انقلاب فرانسه رو به انحراف کشوند. توی آمریکا هیچ کس نمیخواست نظام قدیم رو احیا کنه. هیچ قدیم خاصی نداشتن. اما فرانسه که تاریخ باشکوهی داشت، دچار این دوگانگی شد و بین مردم دو دستگی پیش اومد. خب موضوع دیگه که هانا آرنت بهش اشاره میکرد، پیامدهایی بود که انقلاب ها میتونن داشته باشن.
مخصوصاً انقلاب‌های ناموفق. هانا آرنت میگه پدیده انقلاب این روزا تبدیل به یک اتفاق روزمره شده. هر روز یه ملتی تصمیم میگیرن که به خودشون یک هویت مستقل بدن و راه پیشرفت رو برای خودشون باز کنن. اما نکته‌ای که وجود داره، درصد خیلی کمی از این انقلاب‌ها میتونن به موفقیت برسن. اون میگه موفق شدن یک انقلاب به عوامل خیلی زیادی بستگی داره. ولی شاید مهمترین عامل این باشه که بعد از فروپاشی نظام قدیم بلافاصله اون خلأ قدرت باید با یک نهاد قابل اعتماد پر بشه. وگرنه خیلی زود کشور دچار هرج و مرج میشه، جنگ‌های داخلی به وجود میاد و اون خلأ قدرتی که به وجود اومده باعث میشه قدرت‌های بزرگ منطقه احساس خطر بکنن و با مداخله نظامی کشور رو وارد جنگ خارجی کنن. و بعد میاد جنگ‌های کره و الجزایر و ویتنام رو مثال میزنه که چطور انقلابشون تبدیل شد به میدان جنگ با قدرت‌های منطقه. خب تا اینجای توضیحاتم مرتبط بود با دو تا فصل اول کتاب، که فصل اول مقاله آزادی آزاد بودن بود از هانا آرنت که سال 1963 نوشته، و فصل دومش یه یادداشتی از توماس میر که به عنوان مؤخر برای این مقاله نوشته. اما فصل سوم کتاب یکم بحث فلسفی تر میشه. اسم این فصل هست حقیقت و سیاست. میاد در مورد این حرف میزنه که سیاست تا چه اندازه به حقیقت نزدیکه؟ اصلا حقیقت چیه؟ فرق حقیقت با واقعیت چیه؟ و برای صحبتاش مدام از کانت و هایدگر و ماکیاولی نقل قول میاره. هانا آرنت میگه دروغ یه چیزیه که از همون اول توی سیاست وجود داشته. ولی یه فرقی که دروغ‌های سنتی با دروغ‌های مدرن داره اینه که دروغ‌های سنتی فقط برای سیاست‌های خارجی استفاده می‌شد. دروغ‌هایی که به مصلحت امور داخلی کشور بود و یه جوری لازم بود. اما دروغ‌های امروزی، دروغ‌های مدرن دیگه فقط محدود به سیاست‌های خارجی نیست. این دروغ‌ها کاملاً سازمان یافته است و کل سیاست‌های داخلی و خارجی رو تحت تأثیر قرار میده. یه جمله خیلی تکان دهنده اینجا هانا آرنت داره که میگه تفاوت بین دروغ‌های سنتی و دروغ‌های مدرن همانا تفاوت میان پنهان کردن و نیست و نابود کردن است. با خوندن این جمله یاد کتاب 1984 افتادم که میگفت مدام تاریخ را جعل میکردند، هر روز و هر لحظه اسناد قدیمی را طوری نیست و نابود میکردند که گویا هرگز وجود نداشتند. و بعد میاد در مورد سیاستمدارهایی حرف میزنه که این دروغها رو سازماندهی میکنن. از این میگه که چطور این دروغها رو حتی خودشون هم باور میکنن که اگه باور نکنن نمیتونن توی اون سیستم دووم بیارن. برای همینه که ذهن منطقیشون از یه جایی به بعد کلن از کار میفته و هرچی ایدئولوژی بگه همونو تکرارش میکنن. بعد یه گریزی میزنه به نحوه کار پروپاگاندا، اینکه چطور تاریخ رو جعل میکنن و چقدر براشون مهمه که بچه ها از همون سنین کودکی با این افکار جعلی بزرگ شن تا در آینده بتونن اونا رو به خدمت بگیرن. فصل آخر کتاب هم یه مصاحبه است که یه خبرنگار با هانا آرنت داشته سال 1964 و خوندنش خالی از لطف نیست. یه بایوگرافی مختصر از هانا آرنت میده و میتونید با عقایدش، کتابهایی که نوشته و زندگی نامش بیشتر آشنا بشید. با اینکه کتابی کم حجمیه، کلن 103 صفحه است، ولی خیلی پرمحتواست واقعا. ترجمه‌اش هم ترجمه خوبی از خانم هاجر خرقانی. یک مقدمه‌ای هم خانم خرقانی اول کتاب نوشته که من خیلی دوست داشتم. خیلی بهم کمک کرد که محتوای کتاب رو بهتر درک کنم. آها، فقط در رابطه با درک مفاهیم کتاب من یه نکته رو بگم. محتوای این کتاب یه جاهایی خیلی سنگین میشه. درکش راحت نیست. پس برای خوندنش باید حوصله به خرج بدین. یه جاهایی هم چون در رابطه با تاریخ معاصر و انقلاب‌های اخیر حرف میزنه، اگه از قبل یه پیش‌زمینه تاریخی داشته باشید، یکم از تاریخ 2300 سال اخیر جهان بیشتر بدونید،
درک این کتاب و منظور نویسنده خیلی براتون راحت‌تر میشه. خب همین دیگه، مرسی تا این لحظه همراه هم بودین. اگه این ویدیو رو دوست داشتید، می‌خواستم بدونید که من اینجا هر هفته کتاب‌های مختلف با ژانرهای مختلف معرفی می‌کنم و تمام تلاشم رو می‌کنم که کامل‌ترین معرفی رو در اختیارتون بذارم. اگه دوست دارید همچنان بدون خستگی به کارم ادامه بدم، لطفاً